آلبوم ادل با نام 25 نخستین پرفروش سال 2015 بود. این خواننده بریتانیایی اولین هنرمندی است که تنها در یک هفته بیش از 3 میلیون نسخه از یک آلبوم او به فروش رفته است. او و شرکت مستقل تولید آثارش تصمیم گرفتن این آلبوم را روی سایت های پخش موسیقی نظیر گوگل پلی، اسپاتیفای و دیزر قرار ندهند. Uptown Special نخستین آلبوم از مارک رانسون بریتانیایی است که بالای جدول بهترین های موزیک بریتانیا قرار گرفت و تک آهنگ Uptown Funk نیز در میان 100 ترانه برتر به جایگاه نخست رسید و با 4.8 میلیون بار پخش رکورد بیشترین پخش اینترنتی هفته ای در ایالات متحده را از آن خود کرد. وولنیکورا نام نهمین آلبوم آهنگساز و خواننده ایسلندی بیورک است. این آلبوم که به گفته خود آهنگساز بیانگر دردهای جدایی و فرایند شفای روانی اوست، با استقبال گسترده منتقدان روبرو شد. ماجرای یک عمر نخستین تک آهنگ از آلبوم تازه گروه کولدپلی با نام یک سر پر رویاست که به تازگی روانه بازار شده است. این آلبوم امتداد آلبوم سال 2014 آنها با نام داستانهای ارواح است که حال و هوایی معنوی داشت و 3.7 میلیون نسخه از آن به فروش رفت. هزیان سومین و آخرین آلبوم استودیویی خواننده و ترانه‌سرای بریتانیایی الی گلدینگ است. گرچه منتقدان نسبت به اصیل بودن نوع کار واکنش‌های دوگانه‌ای نشان دادند، اما همه به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتند. خواننده کره‌ای پسی با آلبوم تازه خود با نام چیلی جیپ پسیدا در پی کسب یک رکورد تازه بود. تک آهنگ بابا پس از قرار گرفتن روی یوتیوب بیش از هزاران بار پخش شد. معنای لفظی نام آلبوم یعنی این آلبوم هفتم پسی است. چهارمین آلبوم خواننده جوان کانادایی جاستین بیبر پرپوس یا دلیل نام دارد که در ماه نوامبر راهی بازار شد. این خواننده 21 ساله که پیش از این تک آهنگ منظورت چیست را بیرون داده بود، در سال 2016 برای اجرای آلبوم تازه‌اش راهی تور دور دنیا می شود. و سرانجام مدونا با 13 آلبوم خود با نام قلب سرکش ربل هارت که در 6 ماه دسامبر 2015 روانه بازار شد، نقدهای بسیار مثبتی از منتقدان دریافت کرد و بسیاری این آلبوم را بهترین کار دهه گذشته او نامیدند. این آلبوم تا کنون به فروش تقریبی 650 هزار نسخه در سطح جهانی دست یافته است.